آن کسی که زیر سقف حضرت اعلی نشسته، زیر سایه خدا قادر مطلق در امانه. آن کسی که زیر چتر حضرت اعلی نشسته، زیر سایه پدر خدای قادر در امانه. به خدا میگه تو مواهای منی، تو دژو قلعه و ملجای منی، تو منو از دام سیاد میرهانی، از تب و وبا و تاون میرهانی. زیر بالهای تو من در پناهم ای خدایم، راستی تو سپر من ای تو تنها تکیه گاهم. زیر بالهای تو من در پناهم ای خدایم، راستی تو سپر من ای تو تنها تکیه گاهم. خوفی از شب در دلم نیست، نز کابوس شبانه، جانم از پرواز تیرها زیر پرهات در امانه. طرف رو می کنم هزاران هزاران افتاد از پا، اما من کنار تو ایستادم زنده و بر جا. هیچ بلایی به در خیمه من نمی رسد، چون که توی نجات من، پناه من، درمان من. به امر تو فرشتگان حافظ جانم در همه راهم، به نام تو افکنده شد شیر جیان به زیر پایم. به چشم خود به دست تو شکست احریمن، به فیض تو به روی مار، به روی افیل پای گذارم. وقتی اسم تو میخونم با حضورت اجابتم کن، چون دلم مایل به توست از سر لطف حفاظتم کن. چون به نامت عارفم هستم، سرفرازم سرفرازم، از نجاتت شادمانم، بی نیازم بی نیازم. از دد و دشمن و تنگی تو به دستات برهانم، پیر و سیرم کن به ایام تا نجاتت را ببینم. شنوندگان عزیز سلام بر شما. عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: از زندگی با خداوند لذت ببر. آیات کلیدی این مطالعه در کتاب جامعه هستند.
عزیزان، مطالعه امروز ما در کتاب مقدس نگاهی نزدیکتر به درسی هست که زندگی سلیمان پادشاه به ما یاد میده. شما به احتمال زیاد نام سلیمان را شنیده اید. سلیمان پسر داوود سومین پادشاه کشور اسرائیل بود که بعد از فوت پدرش داوود به پادشاهی رسید. از شما دعوت میکنم تا با هم آیات کلیدی این مطالعه را مرور کنیم و سپس من به توضیح درسی که این قسمت از کلام خدا از زندگی و تجارب سلیمان به ما یاد میده میپردازم. عزیزان، از قول سلیمان در کتاب مقدس کتاب جامعه چنین میخوانیم: به خود گفتم اکنون بیا به عیش و عشرت بپرداز و خوش باش، ولی فهمیدم که این نیز بیهودگی است و خنده و شادی احمقانه و بیفایده است. در حالی که در دل مشتاق حکمت بودم، تصمیم گرفتم به شراب روی بیاورم و بدین ترتیب حماقت را هم امتحان کنم تا ببینم در زیر آسمان چه چیز خوب است که انسان عمر کوتاه خود را صرف آن کند. به کارهای بزرگ دست زدم، برای خود خانه ها ساختم، تاکستان‌ها و باغ‌های میوه غرس نمودم، گردشگاه‌ها درست کردم و مخزن‌های آب ساختم تا درختان را آبیاری کنم، غلامان و کنیزان خریدم و صاحب بردگان خانزاد شدم، بیش از همه کسانی که قبل از من در اورشلیم بودند گله و رمه داشتم. از گنجینه‌های سلطنتی سرزمین‌هایی که بر آنها حکومت می‌کردم طلا و نقره برای خود اندوختم، مردان و زنان مطرب داشتم و در حرم سرای من زنان بسیاری بودند. از هیچ لذتی که انسان می تواند داشته باشد بی نصیب نبودم. از همه کسانی که قبل از من در اورشلیم بودند برتر و بزرگتر شدم و در عین حال حکمتم نیز با من بود. هرچه خواستم به دست آوردم و از هیچ خوشی و لذتی خود را محروم نساختم. از کارهایی که کرده بودم لذت می بردم و همین لذت پاداش تمام زحماتم بود. اما وقتی به همه کارهایی که کرده بودم و چیزهایی که برای آنها زحمت کشیده بودم نگاه کردم، دیدم همه آنها مانند دویدن به دنبال باد بیهوده است و در زیر آسمان هیچ چیز ارزش ندارد. یک پادشاه غیر از آنچه پادشاهان قبل از او کرده اند چه می تواند بکند؟ پس من به مطالعه و مقایسه حکمت و حماقت و جهالت پرداختم. دیدم همانطور که نور بر تاریکی برتری دارد، حکمت نیز برتر از حماقت است. شخص حکیم بصیرت دارد و راه خود را می‌بیند، اما آدم احمق کور است و در تاریکی راه می‌رود. با این حال پی بردم که عاقبت هر دو ایشان یکی است. پس به خود گفتم من نیز به عاقبت احمقان دچار خواهم شد. پس حکمت من چه سودی برای من خواهد داشت؟ هیچ. این نیز بیهودگی است. زیرا حکیم و احمق هر دو می میرند و به فراموشی سپرده می شوند و دیگر هرگز ذکری از هیچ یک از آنها نخواهد بود. پس از زندگی بیزار شدم، زیرا آنچه در زیر آسمان انجام می شد مرا رنج می داد.
ولی همه چیز مانند دویدن به دنبال باد بیهوده است. از چیزهایی که در زیر آسمان برایشان زحمت کشیده بودم بیزار شدم، زیرا می بایست تمام آنها را برای جانشین خود به جا بگذارم، بدون اینکه بدانم او حکیم خواهد بود یا احمق. با این وجود او صاحب تمام چیزهایی خواهد شد که من برایشان زحمت کشیده ام و در زیر آسمان با حکمت خود به چنگ آورده ام. این نیز بیهودگی است. پس از تمام زحماتی که زیر آسمان کشیده بودم مأیوس شدم. انسان با حکمت و دانش و مهارت خود کار می کند، سپس تمام حاصل زحماتش را برای کسی می گذارد که زحمتی برای آن نکشیده است. این نیز مصیبتی بزرگ و بیهودگی است. انسان از این همه رنج و مشقتی که زیر آسمان می کشد چه چیزی آیدش می شود؟ روزهایش با درد و رنج سپری می شود و حتی در شب فکر او آرامش نمی یابد. این نیز بیهودگی است. آمین. عزیزان، آنطور که کلام خدا در کتاب اول پادشاهان فصل 3 آیه 12 به ما یاد میده، سلیمان خردمندترین مردی بود که تا به حال زندگی کرده. در این آیه در اول پادشاهان فصل 3 آیه 12 می‌خوانیم که خداوند به سلیمان می‌فرماید: پس هرچه طلب کردی به تو می دهم. من به تو فهم و حکمتی می بخشم که تا کنون به کسی نداده ام و نخواهم داد. آمین. عزیزان، خداوند همچنین به سلیمان برکت، قدرت و ثروت فراوانی عطا فرموده بود. به علاوه تمامی اینها، سلیمان به مطالعه و کاوش علاقه بسیار داشت. از مفهوم کلی آیات کلیدی این مطالعه در کتاب جامعه یاد می‌گیریم که سلیمان در به میل خود رفتار کردن و سعی در لذت بردن از این دنیا افراط می‌نمود. با این همه تفاصیلی که از زندگی سلیمان می دونیم، شاید انتظار می رفت که او باید یک شخص بسیار راضی، شاد و خرسندی در زندگیش باشه. اما این واقعیت نداشت. سلیمان رضایت، شادی و خرسندی واقعی را در زندگیش نداشت و اونها را تجربه نمی کرد. برای رسیدن به رضایت، شادی و خرسندی، سلیمان فکر می‌کرد شاید دستاوردهای وی بتونن به او کمک کنند. سلیمان پادشاه سعی کرد از طریق موفقیت‌های شخصی خودش رضایت، شادی و خرسندی را به هر طریقی شده به دست بیاره. خواندیم که سلیمان با موفقیت خانه‌های بسیاری ساخت. او محیط زیست را با تأسیس باغ‌ها و پارک‌های فراوانی بهبودی بخشید. در جامعه خواندیم که سلیمان پروژه آبیاری گسترده‌ای را به وجود آورد. اگرچه به نظر می رسید که سلیمان پادشاه همه چیزهایی را که برای لذت بردن از زندگی لازم هست داره، اما هیچ کدام از اونها نتونسته بودن به سلیمان رضایت، شادی و خرسندی باطنی و واقعی بدند. به همین دلیل سلیمان همه فعالیت‌ها و دستاوردهای خودش را نهایتاً بیهوده می‌دونست. از قول سلیمان خواندیم که سلیمان گفت: انسان از این همه رنج و مشقتی که زیر آسمان می‌کشد چه چیزی آیدش می‌شود؟ روزهایش با درد و رنج سپری می شود و حتی در شب فکر او آرامش نمی یابد.
این نیز بیهودگی است. آمین. عزیزان، درس هایی که از زندگی سلیمان یاد می گیریم برای بسیاری از ما تعجب آور نیستند. اینطور نیست؟ می دونید چرا؟ می دونید چرا درس هایی که از زندگی سلیمان یاد می گیریم برای ما تعجب آور نیستند؟ به این دلیل که بسیاری از ما هم مانند سلیمان سعی داشته ایم تا رضایت، شادی و خرسندی را از این دنیا و اون چه که این دنیا میتونه به ما بده دریافت کنیم. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. دنیای امروزه ما بر اساس استانداردهای خودش افراد تحصیل کرده و موفق بسیاری داره. اما نارضایتی از زندگی و نداشتن شادی و خرسندی باطنی واقعی در نحوه زندگی و روابط روزانه اونها به وضوح مشاهده میشه. بیشتر مردم جامعه های ما ضمن خودداری از پذیرش محدودیت ها برای خواسته ها و علایق شخصی و خودخواهانه خود مشتاقانه به دنبال یافتن لذت هستند. مردم اغلب دست به هر کاری می زنند تا شاید بتونن رضایت، خرسندی و شادی واقعی را تجربه کنند. متاسفانه خودخواهی بیش از حد بسیاری از افراد جامعه های ما در راه رسیدن به لذت های غیر واقعی زندگی های اونها را از خداوند دور و به سوی نابودی سوق داده. بیشتر مردم جامعه های ما برای رسیدن به لذت های شخصی برای خود به حق دیگران تجاوز می کنند یا مرتکب ظلم و ستم به آنها می شند. دوست خوب من، حتی عاقل‌ترین انسانی که تاکنون زندگی کرده نهایتاً این حقیقت را پذیرفت که فقط خدا میتونه به انسان رضایت، شادی و خرسندی باطنی واقعی و پایدار بده. دقت کنید، رضایت، شادی و خرسندی واقعی فقط زمانی تجربه میشه که ما زندگیمون با اراده خداوند هماهنگ و همگام باشه. هر راه و تلاش دیگری برای رسیدن به رضایت، شادی و خرسندی در این دنیا بی‌معنا و بیهوده است. دوست خوب من، آیا شما در وجودتون رضایت، شادی و خرسندی واقعی و باطنی را دارید؟ اگه نه، آیا دارید برای به دست آوردن اونها شبانه روز تلاش میکنید تا شاید بتونید به طریقی اونها را توسط این دنیا و دستاوردهای خودتون به دست بیارید؟ عزیزان، عاقلانه است تا ما ایمانداران به عیسی مسیح از درسی که زندگی سلیمان مندرج در کلام خدا به ما یاد داده سرمشق بگیریم. دیدیم که سلیمان خردمندترین انسان روی زمین با همه تلاش ها، با همه تأسیسات، با همه مطالعات و با همه کاوش های خودش هرگز نتونست اونچه را که فقط خدا میتونه به هر شخص بده را به دست بیاره. عاقلانه است تا با در نظر داشتن این واقعیت همین امروز زندگی خودمون را کاملا به خداوند عیسی مسیح تسلیم کنیم. عاقلانه است تا از خداوند عیسی مسیح بخواهیم تا گناهان ما را ببخشه و به ما کمک کنه تا اراده الهی او را برای زندگیمون بشناسیم. عاقلانه است تا پس از شناخت اراده الهی عیسی مسیح برای زندگیمون با او همکار بشیم و هر روزه در انجام اراده خاصش برامون زندگی کنیم.
چون همان گونه که از مطالعه امروز در کلام خدا نتیجه گرفتیم، تنها بدین طریق ما میتونیم از اتلاف عمرمون جلوگیری کنیم و مطمئن باشیم که زندگیمون داره برای جلال خداوند به کار برده میشه. در این حال خداوند نیز ما را از رضایت، شادی و خرسندی الهی و واقعی خودش سرشار می سازه. عزیزان، در پایان این مطالعه در کلام خدا از شما دعوت می کنم تا با او گفتگو کنیم. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم به خاطر درس زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا که مشتاقی تا با من برای انجام اراده الهی خودت در طول عمرم همکار باشی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا که وقتی به تو به عنوان خداوند و منجی ایمان می آورم، گناهان من را می بخشی و به من کمک می کنی تا اراده خاص تو را برای زندگیم بشناسم. خداوند عیسی مسیح، من به تو ایمان می آورم. به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا هر روز تو را بهتر بشناسم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا هر روز با تو و در انجام اراده الهی تو زندگی کنم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا هرگز برای برخورداری از رضایت، شادی و خرسندی درونی واقعی به این دنیا دل نبندم و به تلاش‌های انسانی خودم تکیه نکنم. خداوند عیسی مسیح، من ایمان دارم که تو در فیض و رحمت الهی خودت وجود مرا از رضایت، شادی و خرسندی واقعی و پایدار سرشار می سازی. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. آمین. خدا را شکر. عزیزان، با این امید که این تعلیم موجب برکت شما بوده باشه، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین. سلطان منی، سلطان منی، همجان منی، ایمان منی، عاشق به تو هم، تو راه منی، در هر دو جهان ملجای منی، تو نور منی، تو شاه منی، در قلب و روحم جانان منی، هم نان منی، هم آب منی، مسکین تو هم مأوای منی. جهان سردار منی، در درد و مرض درمان منی، تو عشق منی، نگار منی، شادی منی، تو یار منی، سلطان منی، ارباب منی، money.
همه گناهان منی. تو هم در نزد پدر در روز جزا سامان منی، برهان منی، تو جان منی، ارباب منی، آقای منی. شب تو مهتاب منی، یک بار دیگه بخونیم، تو راز منی، تو راز منی، اسرار منی، تو ساز منی، آواز منی، تو نور منی، سرور منی، در هر شب تو مهتاب.